از روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و مساعدت به عملیات ماین پاکی در کابل یادآوری شد. این روز امساله در بسیاری از کشورها یادآوری می شود که هدف از آن جلب توجه جهانیان به مشکلهای ناشی از ماین گفته شده است. هنوز هم در بیش از 2000 روستای کشور ماینهای کارگزاری شده وجود دارد و ماینهای دیگر نیز از سوی مخالفان مسلح دولت کارگزاری می شود. په هغه کسانو باندې چې په لارو، کلیو، کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه ښکه کوي آواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مه بدلوئ. زموږ بزګران پریږدئ چې په پټو کې په بېغم زړه کار وکړي او د لارې مسافر پریږدئ چې په لارو باندې مزل بېخطره او بې تشویشه وي. مسئولان میگویند که در دو دهه گذشته بیش از 18 میلیون حلقه ماین در نقاط مختلف کشور پاکسازی شده است، اما هنوز هم در 5024 کیلومتر مربع در 1620 روستا که 20% خاک کشور را شامل می شود ماین وجود دارد. به اساس گزارش ها در دو دهه اخیر بیش از 1000 ماین پاک در کشور انگام کار جان خود را از دست دادند. زده افغانستان لمعارف وزارته وختنه کوم چې د وطن د دغه هر یو خدمتګار شهید په نوم باندې یو ښوونځی ونومي، څو په دې ډول د دوی د قربانیو احترام شوی وي او د راتلونکو نسلونو خپلواکي خدمتګاران لا ښه پیژندلي وي. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی می گوید که ناامنی مشکل اساسی فرارای ماینپاکی در کشور است و از ارگانهای امنیتی می خواهد که برای تأمین امنیت ماینپاکان تلاش کنند. یکی از موانع عمده دیگری که پروگرام ماینپاکی با آن مواجه است مشکل ناامنی است. از سال 2010 بدین سو 2211 حادثه امنیتی بالای پرسنل ماینپاکی صورت گرفته است که در نتیجه 73 کارمند ماینپاکی شهید و 85 نفر دیگر زخمی شدند. نیاز است که افغانستان در زمینه پاکسازی ماین‌های کارگزاری شده کمک شود. سازمان ملل متحد با کمک‌های خود در این زمینه برای نجات جان مردم افغانستان ادامه می‌دهد. از روز بین‌المللی ماینپاکی در حال در کشور تجلیل به عمل می‌آید که ماهانه هنوز هم در کشور 38 تن به اثر انفجار ماین جان خود را از دست می‌دهند. حفیظ‌الله سالنگی، تلویزیون نور، کابل.